به کانتان خوش آمدید به برنامه شمارش معکوس. شمارش معکوس برای رسیدن به یک رنسانس ایرانی، یک رنسانس ایرانی برای نسل فردایی ایرانی، این نسل فردایی شیک که امروز فقط یک توصیه برای اونها دارم: مراقب باشید غزه‌ای نشوید، وارد لابیرانت غزه نشوید. تجربه به ما نشان داد، این رو به عنوان یک شاهد تاریخ برای شما بازگو می کنم، در واقع یک نسل ما، نسل دهه 50، رفت در سیرا مادیرا، در کوهسارهای کوبا گم شد. روحش، فکرش، تفکرش، همه چیز رو سنجاق کرد به انقلاب کوبا. نسل دیگری رفت به کازبا، عاشق جنگ‌های خیابانی و چریکه الجزایر شد. هر چیزی در الجزایر اتفاق می‌افتاد برای اونها در واقع یک صحنه تاریخی بود. آنها هم در واقع گرفتار این بحران هویتی شدند. بعد ادهی رفتن کافه نشین، چریکای کافه نشین شدن، پاره حتی رفتن در اردوگاه های نظامی و ملیشیایی دوره دیدن، چرا که پیوند زده بودن خودشون رو به جنبش های ضد ویتنام، باور داشتن اونها خودشون هم ویتکونگن، باید بر علیه امپریالیسم بجنگن. در واقع در خود آمریکا دو استبلیشمنت در مقابل هم می جنگید. شکافی که بعد از ویتنام در آمریکا پدید آمد، هرگز کسی به یاد نداره چنین آمریکا سقوط کرده باشه. چرا؟ یک الیت سفید واسپ سقوط کرد، جاش یک الیت دیگر آمد. کاتولیکا آمدن، یهودیان آمدن، سیاهان آمدن. ویتنام رو ویتکونگا نبردن، آمریکایی ها باختن در خود آمریکا. حتی اونا هم که هیجان زده جنگ های الجزایر بودند، متوجه نبودند که یک جنبش به اصطلاح ضد امپریالیستی و استعماری آمده. آمریکا داشت می اومد و استعمار اروپا رو در واقع جارو می کرد. اونها باورشون شده بود که این مبارزات مردمی است. مبارز جنبش ها بودن، بسیاری هم مردن. چرا میگم غزه‌ای نشید؟ به خاطر اینکه جنگ برنده ای نداره. هیچ جنگی در تاریخ برنده نداشته. مورخات دروغ نوشتن، مورخات به خواست خودشون نقالی کردن. کدوم این سردار جنگی رو که برده تا آخر برده؟ هیچ. در جنگ هیچ کس برنده نیست. حتی به اصطلاح اون سرباز فاتح هم روحش رو در اون جنگ از دست میده و در آخر، تا آخر عمر با اون جنگ زندگی میکنه. ارنست همینگوی بهترین رو به شما میگه، میگه من هرگز با آمریکا برنگشتم، تو همون جنگ های اروپایی موندم. لورد بایرن هم همینو میگه و پیکاسو هم همینو میگه. پیکاسو با حرف دیگری به شما میگه که جنگ چقدر زشته، به قدری زشته که نمیشه تصویرش کرد، نمیشه تابلو ازش ساخت. جنگ برای پیکاسو انقدر زشت بود و زننده بود که شیوه کوبیسم رو انتخاب کرد و این رو در واقع به صورت تابلو ضد جنگ به دنیا معرفی کرد. پابلو پیکاسو وقتی این تصویر رو در واقع آفرید، گوارانیکا خوارانیکا، در واقع گفت من این تابلو رو نکشیدم که شما به صورت دکور بزنید به دیوار. حتی اجازه نداد فرانسوی ها این رو تا پس از مرگ فرانکو رهبر فاشیست های اسپانیا این رو به اسپانیا تحویل بدن. خود پابلو پیکاسو معتقد بود با این تابلو یک رنسانس خواهد کرد، رنسانس ضد جنگ. به همه خواهد آموخت که جنگ چقدر نازیباست، زشته، کسی برنده نیست،
همه قربانی هن. اما چرا رنسانس پیکاسو کارگر واقع نشد؟ چرا که بعد 1940-41 این رو کشیده، 1947 دنیا در جنگ بود، فاشیستا، ستالینیستا، آمریکایی ها همه در جنگ بودن. چرا رنسانس پابلو پیکاسو نگرفت؟ به خاطر اینکه خود پابلو پیکاسو کمونیست بود. شما نمیتونید یک طرف پیاده روی تاریخ بایستید و بخواهید به دیگران دیکته کنید چگونه زندگی میکنید یا چه اعمالی رو انجام بدید، چگونه فکر کنید. نه، نمیشه. برای همین رنسانس آقای پابلو پیکاسو نگرفت. شاهکاره به نظر من بعد از در واقع اون تصویر رنسانسی The School of Athens، این یک از شاهکارهای به اصطلاح آفرینش هنری دنیاست. من اصلا تابلو نمیشناسم، اصلا نمیدونم فرق وان گوگ با دیگر پیکاسو چیست، اما حداقل این تشخیص رو میدید. اما وقتی صحبت از رنسانس میکنید نمیتوانید با افکار پوسیده و سوخته پیشین بخواهید یک نسل فردایی رو به سوی فردا در واقع راهنمایی کنید. اختلاف من با همه همینه. این رافائل، The School of Athens، رنسانس اینه. یک هنرمند جوانسال میره و روی دیوار واتیکان عکس تمامی خردمندان، فیلسوفان، ادیبان رو میکشه. حتی اگر زنی هم در تصویر هست، اونم پنچه هاست، ملکه معبد دلفی. این واقعیت دنیاست، این رنسانسه. دیالوگ آقای افلاطون با ارسطو، شاگردی که در مقابل استاد میسته و نظریات جدید میاره. چرا؟ به خاطر اینکه افلاطون هم نظریات استاد سقراط را آورده بود. این رسم بازیه. امروز وقتی ما از رنسانس ایرانی صحبت کردیم که هدفمون این بود که بگیم فقط با خرد میشه از این عصر تاریکی ایران عبور کرد، حرف ما این نبود که باید برگردیم به هخامنشیان و سامانیان. نه، اصلا چنین فکری ما نکرده بودیم. در همین رنسانس که خواهید دید در واقع ایتالیایی ها یا فلورانسی ها در واقع آنچه که از هلنیزم قدیم بود رو بهره گرفتن، آینده سازی کردن. نه اینکه بازگشتن به آتن، نه. اتفاقا من بحثی که با دوستان جوان سالم دارم که بسیار مشتاقانه در پی رنسانس ایرانی هستن، اولین توصیه من به این دوستان این بود با قدیمی ها وارد بحث نشید، اونها دیگه سکونشینن، اونها دیگه رزرو بازی هن. احتیاجی نیست برید به مناظره اونها، برید بحثای نو پیش بکشید، برید برای فردا. پاره فکر کردن رنسانس دکانه، کسی دکان باز نکرده. رنسانس تفکره، دیده نمیشه، وزن نداره، نمیشه فروخت. کسی رنسانس رو در مقابل سکولاریز نیاورده. من دیدم دوستان جوانسال من، آقای شاهین نژاد و خسرو فربر، رفتن در یک برنامه با آقای میبودی و آقای نوری علا بحث میکنن. آقای نوری علا معترضه که شما با رنسانس میخواهید دکان سکولاریزم ما رو ببندید. دوست نازنین، آقای نوری علا که من شما رو اصلا نمیشناسم و تنها تجربم زمانی بود که شما با همسر نازنتون میمدید در برنامه های آقای ضیا آتابای که منم حضور داشتم ولی حرف نمیزدم، درباره سدبندی کوروش کبیر حرف میزدید که نیاد آب مقبره کوروش کبیر رو ببره. من تنها تجربم از شما این بود. حالا شدید گاتفادر سکولاریزم. اولا نه شما نه هیچ کس نمیتونه گاتفادر سکولاریزم باشه. سکولاریزم وجود داره، سکولاریزم نو تقلبه. اپیکوریزم، فرار از وحشت خدایان، این سکولاریزمه.
دوستان جوانسال من اشتباه کردن، حتی رفتن مهرگان با مهره های سوخته ای که قبلا برداشت های سیاسی دارن، و من بهشون توصیه کردم نرید، با این دوستان قدیم بحث کنید. از تموم شده، نسل سوخته ما تموم شده. چه بحثی دارید؟ کسی گاتفادر رنسانس نیست. رنسانس من نیاوردم، حتی رنسانس ایرانی هم من نیاوردم. یک تفکره. میخواید بدونید گاتفادر رنسانس کیه؟ نگاه کنید ببینید گاتفادر رنسانس کیه. فلورنس 1389. A boy is baptized into a medieval world. He was not of noble birth. He was the son of a local merchant. His name was Cosimo de' Medici. Rinascimento. Rebirth. Renaissance. Behind it stood the Medici, godfathers of the Renaissance. برید و این داکومنتری رو نگاه کنید. حتی خاندان مدیسی هم گادفادر رنسانس نبودن. بزرگترین بختی که اتفاق افتاد در یک فاصله 80 ساله، تمامی بزرگان هنر و خرد وارد بازی شدن، و بزرگترین شوکی که به همه وارد شد حضور یک کشیش دیوانه‌ای به نام سابیلونورا بود. همه کتاب‌ها را آتیش زد، هر چه تابلو هنری بود آتیش زد. بنابراین خرد در مقابل خرافات، این نبرد رنسانسه. حتی خانواده مدیچی اگر بخوانید، یا مدیسی، بسیار هم گاهی بد عمل میکردن، مثل خانواده کورلیونه، مافیایی هم عمل میکردن. اما فرصتی دادن به میکلانج، به لوناردو داویچی، به رافائل. بنابراین خطا، خط دوچاره خطای باصره نشید. ما پارادایم شیفت رو در همین برنامه ها دیدیم، با کسی هم مسابقه نداشتیم، ما برای ریتینگ نیومده بودیم. بنده با تونی جوانسال وقتی آمدیم خودمون رو تجربه کنیم، آمدیم بگیم نسل چهار ایران بهتر از شارلاتان های از نسل یار دبستانی است که حالا همه در خارج از کشور معلوم چه کار میکنن یا در داخل کشور چه نقشی دارن. اون نسل، نسل بسیار بدی بود. نسل بعد از 28 مرداد نسل بغضداری بود. اونها سازشکار بودن، جنبش ها رو یکی پس از دیگری فروختن، هنوزم این کار رو میکنن. اما ما معتقدیم پارادایم شیفت به وجود میاد. اما باز به خاطر اینکه کسی دوچار خطای باصره نشه، مخصوصا نسل جدید، وقتی میگفتیم پهلویز یا میگفتیم تاریخ ایران، همه دوچار خطای یک دفعه تاریخی نشن. هرگز پهلویز رنسانس نبود، اشتباه نکنید. پروژه پهلویز پروژه مدرنیزم ایران بود، همون واژه یا اصطلاح عام تجددگرایی. رنسانس نبود. البته ناسیونالیسم آورد، سکولاریسم آورد و مدرنیسم آورد. اما در همین سیستم، در حالی که شاه در واقع این چنین نمایش خیره کننده ای از تاریخ باستانی ایران رو میداد، حسین ارشاد هم را مینداخت، میرفت و نمایش میداد که من یک مسلمان دو آتشه هستم و دیندارم. نه، این دوگانگیه، برای همین باخت. شما نبازید، شما خودتون باشید، با کسی مسابقه ندید، برید خودتون رو تکمیل کنید. هنوز خیلی چیزا نمیدونید، من هم نمیدونم، 35 ساله دارم مطالعه میکنم، هنوز هیچ چی نمیدونم. تنها شعری هم که بلدم توانا بود هر که دانا بود. نه، رنسانس نیومده دکان سکولاریسم یا سکولاریسم یا هر گروه دیگر رو. سکولاریسم اتفاقا راهبردی است برای قدرت،
برای حکومت رانان و حکومت رانی. رنسانس راهبردیس فردی، شخصی، نوزایی. این فرقش آقای نوری علای نازنین. فقط اشتباه دوستان جوانسال این بود تو اون مناظره شرکت کردن. همین جوری که در این سمینار که به نظر من بسیاری اصلا نباید بدونن رنسانس چیه، چون در دنیای دیگری سیر میکنن. رنسانس اکسیژنه، رنگ نداره، بو نداره، جهت نداره، فقط یک فضای آزاده برای خردمند شدن و بیدار شدن. همین. چند هفته پیش بود آقای ریچارد هاس، پرزیدنت شورای روابط بین المللی نیویورک، CFR، یعنی رئیس دولت سایه آمریکا، یک مقاله‌ای در فصلنامه فورین افر نوشت. مثل تورات سیاسی آمریکا میمونه. در اون نوشت ما در خاورمیانه شاهد جنگ‌های 30 ساله خواهیم بود، مثل اروپای قرون وسطا. و بعد ISIS سر و کلش پیدا شد. اما توجه داشته باشید، جنگ‌های مدرن برنده نداره. خوب توجه کنید، هیچ جنگ مدرنی با پیروزی قاطع یک طرف به پایان نرسیده. حداقل ما ایرانی ها جنگ ایران و عراق رو در واقع تجربه کردیم، یادتونه؟ حالا بنابراین این جنگ 30 ساله چه تأثیری رو ما خواهد گذاشت؟ چرا ناگهان بنیامین نتانیاهو و کابینش تصمیم گرفت ناگهان با حماس تسویه حساب کنه؟ چرا؟ به نظر من خطای باصره تاکتیکی بود. به نظر من آقای نتانیاهو اشتباه کرد. حالا دلایلش رو یک به یک برای شما بازگو خواهیم کرد. درسته که الان مدعی شدن بسیاری از منابع موثق که با کشف این تونل ها مشخص شد که حماسی ها تصمیم می داشتن که در جشن روش هاشانه یک حمله گازنبوری بکنن، ادهی رو بکشن، ادهی رو گروگان بگیرن و برون. این یک نگاست. اما چرا آقای نتانیاهو در مقابل آمریکا ایستاد؟ این مهمه. چرا باید دپکا فایل، معروف ترین به اصطلاح سایت امنیتی اسرائیل، بنویسه آیا آقای نتانیاهو با آقای جان کری و اوباما خواهد بود یا قربانی خواهد شد؟ این خیلی مهمه. نوشته آیا آقای نتانیاهو در مقابل آقای اوباما خواهد ایستاد که میخواد حماس رو نجات بده، یا با مصر و عربستان سعودی متحد خواهند شد و در مقابل این به اصطلاح آتش بازهای آمریکایی خواهند ایستاد؟ یادتون نره آقای اوباما، آقای اردوغان و قطری ها طرفداران اخوان مسلمین هستند. میخواستن با بهار عربی اینها رو جا بندازن، نتونستن. السیسی بازی رو به هم زد. از روزی که آقای جان کری وارد خاورمیانه شده با همه علاقه‌ای که داره که حتما به یک نتیجه مثبت برسه، اما می‌بینیم در یک هفته گذشته حداقل 20 یا 30 مقاله بر علیه ایشون منتشر شده که ایشان به علت اینکه روکی بودن، آماتور بودن، نتونستن کاری انجام بدن و در واقع تلاش‌های آمریکا برای مسئله صلح با شکست روبرو شد. آقای دیوید اینگتوس در واشنگتن پست نوشته گاف آقای کری. یکی دیگر در نشنال اینترست نوشته شما خاورمیانه رو نمیشناسید، برای همینم دوچاره خطای باصره شدید. توجه داشته باشید، قبل از اینکه برید و جبهه بگیرید، یادتون نره
قبل از اینکه این حوادث اتفاق بیفته، هم بسیاری از آگاهان سیاسی، اونهایی که واقعا آگاهن که در جامعه ایرانی ها بسیار کمن، چون از اول جبهه میگیرن بدون اینکه مطالعه کنن، همه گفتن آقای نتانیاهو داره آماده میشه که اگر مذاکرات هسته‌ای ایران به سرانجام نرسه کار ایران رو بسازه. این یک شایعه بود، ضمن اینکه بسیاری نگرانش بودن. اگرم ببینید خانم کاترین اشتون یا همه یادآور میکردن که حتما ادامه بدید، مذاکرات رو انجام بدید. چرا؟ به خاطر اینکه نگران حمله بودن و سعی میکردن به این آقای حسن روحانی کلیددار پوان بدن، امتیاز بدن، تا اونجایی که قادرن این مذاکرات رو کش بدن. به خاطر اینکه این فرصتی نمیداد که آقای نتانیاهو ناگهان شیطنت نظامی بکنه. حالا توجه داشته باشید، وزیر دفاع اسرائیل با یک حرف اهانت آمیزی به آقای جان کری زد که حتی آقای نتانیاهو مجبور شد یک مقدار میانه رو بازی رو بگیره، حتی عذرخواهی کنه. گفت یک مدال صلح نوبل به آقای کری بدید، بگید دست از سر ما برداره، یعنی ما حاضر نیستیم تمام دستورات شما رو انجام بدیم. حالا در چه موقعیت بحرانی آقای نتانیاهو و گروه اسرائیلی میدونستن که آمریکایی‌ها، یعنی ادمینستریشن اوباما، سعی میکنه بازی رو کش بده. ضمن اینکه این از یک نظر اونها رو نگران میکرد، دلواپس میکرد، مثل پاره‌ای که در داخل کشور دلواپس این مذاکرات هستن، نتانیاهو و یارانشون این رو به فال نیک هم میگرفتن، میگفتن پس ما میتونیم تصفیه حسابامون رو در منطقه انجام بدیم. برخلاف تصور، و من شنیدم خیلی ها اظهار نظر میکنن که آمریکا حمایت کرد، سانسور کردن خبرها رو. نه آقایون، برید خانوما، برید سی ان ان رو نگاه کنید. از روز نخست شما فکر میکنید سی ان ان پایگاه خبری در واقع حماسه. چرا؟ نه اینکه سی ان ان دلش برای حماسیا سوخته، نه اینکه دشمنی داره با اسرائیل، نه، این در واقع پروپاگاندای ادمینستریشن آمریکاست، چون اونها مخالف حمله آقای نتانیاهو بودن، اونها مخالف این لشکرکشی آقای نتانیاهو بودن که از لحاظ تاکتیکی شاید هم اشتباه بود. اما آنچه که امروز مشخص شده تونل هاست. یعنی چی؟ سالها آقای نتانیاهو و نیروهای نظامی امنیتی اسرائیل بر این باور بودن که ایرانی ها با تقویت قدرت های موشکی حزب الله و حماس به اونها ضربه خواهند زد. این تصور استراتژیکی و تاکتیکی تمامی نظامیان و استراتژیست های اسرائیل بود. کشف تونل ها شوک زده شون کرد. این واقعیت رو نمیتونید انکار کنید. این تونل ها به این منظمی با این ساخت در واقع حتی خود اسرائیلی ها را هم به وحشت انداخت. اگر میبینید امروز این چنین در واقع واکنش خشم‌آلود نشون میدن و حتی به نظر من دارن اعتبار اسرائیل را هم کاهش میدن، به خاطر اینکه غافلگیر شدن، به خاطر اینکه شوک زده شدن، ضمن اینکه میخواهن به ادمینستریشن واشنگتن بگن ما کار خودمون رو انجام میدیم، شما در واقع داشتید حماس رو حمایت میکردید. نوع دیگرش این که ما داریم به ایران، در واقع به ایران داریم خبر میدیم. Before being targeted by an Israeli airstrike, this video was released by the IDF to build this tunnel with concrete and other supplies that he says came from Israel. You say this concrete came from Israel. How do you know it came from Israel? We found a bags. The bags. So basically, the concrete was provided by Israel to Palestinians in Gaza to build schools, hospitals, stores, apartments, but they used it, what you say, to build this tunnel. Yeah. From what you know,
گاهی نکته هایی هست که البته کار هر کسی نیست تمام این مطالب رو مطالعه کنه یا بره ببینه لابلای خطوط چیه. یکی از دلایلی که این چنین آقای نتانیاهو رو خشمگین کرد، وقتی آقای نتانیاهو آخرین بار از واشنگتن برگشت به اسرائیل در کنست، یکی از او پرسید، یکی از این نماینده ها، که اگر حماس و فلسطینی ها با هم دست به یک کنن، شما فکر میکنین دوستان آمریکایی از ما حمایت میکنن؟ نتانیاهو گفت 100%. ولی به محض اینکه حماس و به اصطلاح گروه آقای ابو عباس الفاج با هم وارد مذاکره شدن، واشنگتن از اون استقبال کرد. یعنی یک نوع تو دهنی بود با آقای نتانیاهو. امروز جنگ فقط مسئله حماس و مردم فلسطین نیست، این مشکل همه ما. اولا این جنگ ها همیشه دنباله جنگ های بزرگ قبلی بودن. اینجا در واقع رو کم کنی و رو دست زدن به یک دیگره. اسرائیلی ها معتقدن شما نمیتونید به این ایران، به این رهبر، به این جمهوری اسلامی اعتماد کنید. اونا معتقدن جمهوری اسلامی با تقویت حماسی ها در واقع نه فقط موقعیت فلسطینی ها رو به خطر انداخته، بلکه اونها رو به گروگان گرفته. چندین مقاله در دیلی بیست و بقیه بود که آقا این شکلا رو برید یقه ایران رو بگیرید، ایرانه که میخواد این صحنه ها در این خیابان ها تکرار بشه. موج ضد یهود که در اروپا بود، در اروپا بود، خود اسرائیلی و یهودی ها میدونن. من 10 تا مقاله در 5 سال گذشته خوندم که ضد یهود، یعنی این تفکر دوباره در اروپا شکل گرفته. اما جمهوری اسلامی این تفکر رو تقویت میکنه. گوش کنید به حرفای این آقا. قضیه غزه است. شاید بشود گفت قضیه اول دنیای انسانیت قضیه غزه است. سگ هاری و گرگ درنده‌ای به انسان‌های مظلوم حمله کرده است. چی مظلوم تر از کودکان معصومی که در این حملات جان خود را مظلومانه از دست دادند؟ هیچ کس هم به آنها کمک نمی‌کند. این مردم در مقابل یک دشمن مسلح خبیث بیرحمی قرار گرفتن مثل رژیم صهیونیست و رؤسای پلید و خبیث و نجس اون رژیم. اونا هم بدون هیچ ملاحظه ای شب و روز دارن میکوبند، این مردم ایستادن مقاومت میکنن. این درس است، توجه کنید، این درس است. واژه رو شنیدید؟ اصطلاح رو شنیدید؟ نجس. شاید ما بچه بودیم در ایران یکی دو بار شنیدیم، اونم در شهرهای دیگر، هرگز در آبادان چنین چیزی نمی شنیدید. وقتی رهبر یک کشور با این لحن، با این لحن بسیار حقیرانه صحبت میکنه و خودش رو در مقابل البغدادی قرار میده به عنوان خلیفه جهان اسلام، و جالب این که این پرسش رو مطرح میکنه، اتفاقا پرسش خوبی مطرح کرد، چرا جهان اسلام، کشورهای اسلامی و عربی از حماس حمایت نمیکنن؟ چرا از این مردم حمایت نمیکنن؟ مگه اینا همون فلسطینی ها نبودن؟ چرا به اون فلسطینی ها کمک میکردن در انتفاضه؟ چرا اینو نمیپرسید از این به اصطلاح دولت مردان خبیث جمهوری اسلامی؟ همین عربا پول بود که میریختن به حساب آقای عرفات. آقای عرفات میلیاردر شده بود، تیمش باج میگرفت از تمام کشورهای عربی. حالا چرا نمیان؟ علی معموری
در المنیتور، همون روزنامه‌ای که از این جمهوری اسلامی بسیار هم تعریف میکنه، تمام لابیستا اونجا مینویسن، توضیح داده، نوشته اینها چوب همکاری با ایران و حزب الله رو میخورن. تمام کشورهایی که سلفی میاندیشن معتقدن شما رفتید با شیعه ها ساختید، چرا ما به شما باید کمک کنیم؟ شما باجگیر اینا هستید، شما باجگیر روحانی و تمام این در و دسته هستید. همین آقای روحانی نگاه کنید، همین آقای معتدل دور دیده اسکاتلندی گفته دو تا قده چرکین و قده سرطانی است. یادتونه این قده سرطانی؟ یکی ISIS داعش، یکی هم اسرائیل. این همون آقای محبوب شماست. البته من همیشه گفتم، الانم میگم، اتفاقا یه آقای از خوندی نمیم چی، یکی از این در یک بحثی گفته بود تا دیروز، تا اینکه جمهوری اسلامی بیاد، ما هیچ گروه های چریکی یا ملیشیایی مسلمان یا اسلامی در فلسطین نداشتیم، ما ساختیم. بله شما اینو ساختید، اما قشنگی این کار میدونید چی بود؟ این درسی باشه برای همه این نسل جدید ما، نسل چهارم، نه نسل سوم شارلاتان یا دومی که سوخت رفت. وقتی بمباران های غزه میشد، من به تونی جوانسال گفتم خیلی عجیبه از این تونل ها حماسی ها بیرون نیمدن، بلکه دو چهره های اصلاح طلب و گروه های به اصطلاح مثل آقای زیبا کلام و اینا، آقای ابراهیم نبوی وارد صحنه شدن. نگاه کن اینا ماسکا رو برداشتن، تا دیروز میگفتن نه غزه نه لبنان، حالا میگن هم غزه هم لبنان، دو آتیشه دارن حمایت میکنن به اصطلاح، به اصطلاح از مردم فلسطین. نه، این شارلاتان ها از هیچ کس حمایت نمیکنن، هرگز. و اتفاقا پارادایم شیفتی که من میگم همینجا، اتفاقا یکی از خوبی های تونی جمالسالین همه این کامنت ها رو میخونه. اکثر نسل جدیدی که آمده آقای نبوی رو شسته. این در واقع نه فقط تو دهنی به آقای نبوی است، به همه این شارلاتان هایی که ماسک اصلاح طلبی میذارن، ماسک به اصطلاح جنبش سبزی میذارن، اما ذاتشون چیز دیگری است. این مشکل ما، اینا هیچ کدوم به فکر مردم فلسطین نیستن. اتفاقا دیدم یک دختر خانمی به شیرین عبادی نوشته بود شما چرا قبل از جنگ غزه به یاد بچه های فلسطینی و غزه نبودید، حالا چون زمانش برای شیرین کاری وارد صحنه شدید. درست گفتن، همه اینا برای همین میان، برای خودنمایی، فقط برای خودنمایی. گوش کنید به همین گزارش، خواهش میکنم به این گزارش گوش کنید. مردم شریک بودند و جلوه های زیبایی از هنر متعهد را مجسم کردند. مراسم مختلف هنرمندان در دفاع از مظلومان غزه نکات تأمل برانگیز دیگری هم داشت. امروز پاسخ کسانی رو که دیروز نابخردانه و خائنانه شعار نه غزه نه لبنان سر دادند، این پاسخ رو امروز قدردانی میکنیم. در روز قدس این همدردی هنرمندانه بالنده تر شد. در اقیانوس ملت میشد چهره های شناخته شده متعددی را ببینی که از مردم عقب نمانده بودند. هر آدم آزاده که این عکس ها رو میبینه، گزارش ها رو میبینه، قطعا دلش به درد میاد. کشتار وحشیانه بیرحمانه داره اتفاق میفته جلو چشمای ما. ما که بالاخره مثلا منتسب به هنر و هنرمندی هستیم، قطعا حساس تریم نسبت به موضوعات. ما هممون از یک پیکره هستیم، هممون از یک تنه هستیم و هممون مسلمانیم. اونا به ناموس مسلمان تجاوز کردن، اونا به بچه های مسلمان. هیچ فرقی نمیکنه بچه غزه بچه منه، ناموس غزه ناموس مسلمانه. فکر میکنم اگر حضور من میتونه کمک کنه در طبق اخلاص تمام دنیا. نمیدونم چه کسی این شعار یا اصطلاح ایران شده فلسطین رو داد. بله ایران شده فلسطین، از لحاظ فرهنگی همین، شما خودتون بخونید. تمام شارلاتان بازی های همه، چه در رسانه های خارجی چه در داخلی، تمام بازی ها، چرا؟ پشتش یک بازیه. بازی هم ربط داره به اوکراین و جنگ سرد و جنگ های بزرگتری خواهد اتفاق افتاد. جنازه های بچه های فلسطینی
بله بسیار دردناکه، بسیار دردناکه. اما چرا فقط بچه های فلسطینی؟ هزاران هزار نوجوان در سوریه کشته شدن و بچه. چرا برای اینها این رژیم و این هنرمنداش و این دلقک ها گریه نکردن؟ من حرفم فقط همینه. من از این دو دوز بازی ها، شارلاتان بازی ها بدم میاد. نکته ای که امروز هست، اولا اجازه بدید اینو سریع بگم چون وقت چندانی نداریم. دلیل این که غزه رو دارن این چنین در بزرگ نمایی های تبلیغاتی مطرح میکنن به خاطر یک مقاله است. چه کسی رهبر بعدی ایران خواهد بود؟ این در آلمانی طور منتشر شد. بعد هفته پیش اگر یادتون باشه آقای محسن رضایی رو نشون دادیم با بیانیه‌ای که به سود قضیه‌ها در حمایت از قضیه‌ها مطرح کرده بود و بعد یک بیانیه‌ای که تمام به اصطلاح سرداران، چکمه‌داران، پاگنداران دفاع مقدس در اون شرکت کرده بودن که من به شما چی گفتم؟ گفتم این کمیته کودتاست، اینها کودتا خواهند کرد، اینها نخواهند گذاشت مذاکرات هستی به جایی برسه، اینها پوست رفسنجانی تیمش هم خواهند کند. چرا؟ چند هفته است یک بولتن منتشر میشه به اسم رمز عبور، رمز عبور از معاهده 598. چه کسی به رهبر شربت به اصطلاح اون جام زهر رو داد؟ از آقای رحیم صفوی، مشاور ارزنده آقای رهبر. نگاه کنید در این مصاحبه در همین بولتن گفته آقای هاشمی دوست می‌داشت جنگ رو کارش زود به اصطلاح بساطش رو جمع کنه که بعد قدرت رو به دست بگیره، نذاره امکانات مالی از میان به حدی بره که اون نتونه برای سوار شه. آقای رضایی لباس نظامی پوشید آمد و تلویحاً در تمام این مصاحبه اشاره کرده که هیچ کس به جز آقای هاشمی در مورد جنگ بیش از یعنی کارشکنی نکرده. بعد آقای روحانی آمد دید کار خراب میشه. حالا میگم چرا آقای روحانی هم وارد شده. اتفاقا معلوم نیست این روحانی از اون زمان چیکاره بود، تو ایران گیت هم بود. میبینید اشکال شما همینه، شما فکر میکنید روحانی همینه که دوره دید و رفت گلاسکو به اصطلاح دوره دید و آمد. نه، در واقع تمام این بحثا این بوده. حتی ببینید این آقای رفیق دوسته، یادتونه رفیق دوست، محسن رفیق دوست گفته آقای روحانی آمد به من گفت بساطتو جمع کن برو، جنگ تموم شد، دوره شما هم تموم شد، حالا منتظر باشین اینا برگردن. یک بار آمدن، یک بار دیگر هم خواهند آمد. یک بار رفتن سوبسید گرفتن، رفتن دانشگاه، رفتن بیزنس زدن، بعد شدن شبکه محصولی، با حراستی آمدن انتخابات رو با احمدی نژاد بردن. اینا حتما خواهند آمد. نگاه نکنید اینا میگن سهم ماست این سرزمین، از آقای رضایی که الان به اصطلاح شده دکتر رضایی تا رحیم صفوی تا همه اینا مدعیان. جمهوری اسلامی اگر تا به حال باقی مونده به خاطر ماست. این آقای محسن رفیق دوست همون کسی بود روی وانت آقا خابید، نقش راننده، نقش بادیگارد رو بازی کرد. رحیم صفوی همونو بود که گفت من سر شما و زبونهای شما رو میبرم. اگر میبینید مسئله غزه رو اینقدر بزرگ کردن دو دلیل داره. یک، جذب افکار عمومی و میدونن در خارج از کشور عده‌ای بیکار، عده‌ای هستن که همیشه دوست دارن تو این بازی ها باشن، بیان شعار بدن، مخصوصا این روزا مد شعار ضد به اصطلاح صهیونیسم و امپریالیسم بدن، یک شیرینکاری بکنن و برون. نه آقایون دیگه نمیگیره. میدونین چرا؟
ما تجربه کردیم. اتفاقا تمام برنامه های دو هفته و سه هفته آخر که در واقع چندان هم نبایستی، به خاطر اینکه ما ضد موج میریم، نبایستی موفق میشد، ما ضد موج میریم، اما موفق ترین برنامه ها به نظر اومد. چرا؟ پارادایم شیفت اتفاق افتاده، تموم شد. فقط باید این نسل فردایی اینقدر آگاهی پیدا کنن که برای شیرینکاری خودنمایی عجولانه و شتاب زده وارد صحنه نشن. برید خودتون آماده کنید، مشق بنویسید، هزار بار مشق بنویسید. نمیخواد در و دست را بندازید، خودتونو بسازید و بعد خواهید دید که دیگر هیچ یک از این به اصطلاح شیرینکاری های تحلیلی و تفسیری نخواهد گرفت. باور کنید. اگر یک نکته ای هم اینجا اشاره کنم، من همیشه حرفم با جوان است، همیشه هم سعی کردم دوست خوبی براشون باشم، چیزی ندارم بهشون تقدیم کنم، همیشه اعتبارم و اگر آگاهی هایی داشتم بدون منظور، بدون جبهه‌گیری در اختیارشون گذاشتم. برای همین انقدر اصرار دارم حق میدم اشتباه کنید، حق میدم ما هم اشتباه کردیم، ما هم خطا رفتیم مثلا در یک کارهای تاکتیکی، اما فرصت مال شماست، توپ تو زمین شماست، به خودتون گل نزنید. یه چیزی برین آه جمع کرده، مثل این که چیز گیر کرده. آه بگم بچه ها نمیتونن برنامه رو تموم کنن به خاطر اینکه اشکال فنی دارن، ولی بد نیست فرصتی میشه با شما گپی بزنیم. و مسائل مختلفی رو میخواستم مطرح کنم ولی اجازه بدید، چون فکر میکنم وقت نیست و من همیشه به پرویز کاردان قول دادم در 50 دقیقه برنامه رو تموم کنم، مخصوصا این برنامه رو. حالا بعد ببینیم چه پیش خواهد آمد، به خاطر اینکه ما در یک جایگاهی ایستادیم که هنوز نمیدونیم خواهیم آمد یا نخواهیم آمد، این واقعیتیه. یه دلیلی هم که نمیخواستم حرف بزنم همینه. بنابراین خواهیم دید، اگر شد خواهیم آمد. همین.